فعلا سبزینه. هم دیگه نداریم؟ بفرم. خوشحال. خوشحال. آقا، آقا، ناخونک دستت کنم. پولش میدیم. بفرمی خانم. سلام آقا. سلام، امرتون. من دنبال یه آقایی به اسم بهرام فلاحت پیشه میگردم. چی هست؟ به جا نمیارم یه آقا زاده رو. به من گفتن یکی از اقوام نزدیکی شماست که هر وقت از شیراز میاد مستقیم میاد خونتون. دروغ برزت رسونده خانم. من شهرام بهرام نمیشستم. هر کسی هم بهتون گفته خواسته سر به سرتون بزنه. آقا، این بهرام تمام سرمایه منو قرض گرفته و فراری شده. من از شیراز پاشدم اومدم اینجا حقمو بگیرم. تو رو خدا اگه نامی نشونی آدرسی چیزی داری بهم بده. خانم عزیز، عرض کردم من نمیشستم. صبح اول صبح سر به سر ما نذار. بفرمایید بزن به کافه اون برسید. بفرمایید خواهش می‌کنم. مای خانم، این آقا حرف حساب حالیش نیست. شما بفرمایید تو ماشین، من یه جور دیگه باهاش صحبت کنم. بفرمایید. مثلا چطوری می‌خوای رفتار بکنی؟ اون یه چیز امروز نشون بده ببینم. ببین. الان بهت نشون میدم. فرخ، نه فرخ. کرکره‌ها پایین. بله. زیاده، نمیتونم این کرکره‌ها رو نمیتونم. زیاده. زیاده. ارزه بله. نداری. حالا من کرکره خودش میکشم پایین. یه داری میری رو اعصابم پیر مردا. میذارم ناکارت میکنم که هیچ کس مدی قبولت نکنه. ریز میبینمه. چشات بادوم یه جونم. ببین آتیش باشی یا آب میریزم رو خاموشت میکنم. حالا با من ببینم جای بهرام کجا. بهت نمیاد گرده کلا باشی پیر من. برو رد کارت کار دست خودم نهیدم. حالا نشونت بدم. فرخ جونه فرخ، آقا میخواد دکوراسیونش عوض شه. عوض میشه سه سود. نگاش کن برو. ده چی کار میکنی؟ من بزنی چی کار میکنی؟ خسرو شهرم شهرم ببین بیرون را خود ببین برم. آقایی رو در یادیم از که تنشون میخواد تو کلکنه یازم برم. بچه تا کنه خوری ها دست به من بزنی ها پزشک قانونی شکایت کلانتریش زندان دیه. منم قلبم خرابه، حرف زیادی بزنین میفتم میمیرم خونم میفته گردم. همه میواری که خراب کردیم باید بخرید. میخرید یا زنگ بزنم 110 بیاد هر دوتون ببرم تو که آب خونک بخورید. میخرید یا زنگ بزنم؟ خب میخریم، میخریم. آقایون همه میوار جمع کنم که ترازو قیمتشون بهشون بگی تا دیگه عوض گرد خواه کردن به سرشون نزنه. من پول مول ندارم، گفته باشم حالا میخوای زنگ بزنی 110 بزن. نه میخریم ولی به یه شرط. اگه آدرس این بهرامو به من ندیا ببین دو مرتبه همین کارو میکنم، همه رو میریزم رو زمین همین جوری روش قدم میزنم. اینه اینجوری نگاهش نکن، آجبونیاش از اون شرخرهایی کله خر بوده. نگاه نکن زبارش در رفته. عجب بدبختی گرفتار شدیم و عجب بدبختی گرفتار شدیم و از بخت بد روزگار این پسر انگل آبزون پسر خانه ماست. زدیم بخواب. هر وقت هم یه گندی بالا میاره سروار ما میشه. حالا یه شرکت خدماتی کار میکنه. آدرس تای همه خیابون یه ساختمان تجاریه یه شرکت خدماتیه. بپرسیم بهتون نشون میدم. ببین اگه آدرسش اشتباه باشه این میواره پس میارم. خب اگه نباشه حتما فرار کردم. به من چه؟ کارتون میاد تو کریم و کاتبین. آقایون میواره جمع کنید تحویل آقایون بدید. چرا نیومدن اینا؟ نمیدونم دارن چیکار میکنن. بگم نکنه گیر کرده باشم برن توی یه سری گوشه. نه اومدن اومدن. آقا اینه کتک خوره ها میواره بذارن تایی ماشید بفرم. پس چرا انقدر میوه گرفتیم؟ ما دیدیم مای خانم ارزونه گرفتیم. بخوای بازم بگیرم؟ پس بهرام چی شد؟ آدرسشو گرفتیم. شما بفرمایید بشینید. الان میریم سراغش. چجوری تونستی زیر زبونشو بکشید؟ هر کاری یه رای داره دیگه. گرد خاکشو گرفتیم تا مغور اومد. دست شما درد نکنه. بفرمایید. فقط باید شانس بیاری آدرس درست بشه. سلام شما ای بابا. سلام بابا.
بسی کی باشه؟ فکر کردم مادر بزرگه. مام بزرگ مگه نیست؟ با آقا جون صبح رفتم بیرون. کی؟ صبح که داشتم میرفتم مدرسه آقا جون رو دوستاش رو دیدم واسطم دم ده. بعد آقا جون ازم پرسید کی خونه هست؟ گفتم شما مادر بزرگید. خب بعد گفتش برو. رفتی؟ تو خود با چشه خود دیدی مامان بزرگ رفت با آقا جون؟ بله رفتم پشت ماشین قایم شدم ببینم آقا جون اینا چیکار میکنن. شما که از در رفتید بیرون آقا جون و دوستاش رفتن زنگو زدن مادر بزرگ اومد تا این سوار ماشین شد رفتن. اون وقت تو هیچ کاری نکردی؟ باشون بای بای. خاک بر سر من. حتما خانم اولین فرصت یه پرستار بچه از امروز زرنگ براتون میفرستم. آدرستون رو اگه اشتباه. الو آلیه خیلی سریع و راحت بدون ترس من بگو ببینم آقا جونت کجاست. نمیدونم یعنی چی. تو اونجا موندی که مراقب کی باشی؟ مادر منم نیست. یعنی چی؟ من همین الان میام اونجا تکلیف همتون رو روشن میکنم. بس چی میخوام بزنم؟ من کی گفتم میخوام بزنم؟ بچه رو داد میزنم. دلم میخواد داد بزنم. حاضر شو بریم. من فردا امتحان دارم میخوام مهندس. نمیخواد مهندس بشی. همین که گفتم میریم. خداحافظ. دیدی میشنوی؟ نه دیگه نه دیدیم. پس کهی میخواد داره زب بزنه؟ داره آمادش میکنه. تو زن نگرفی دالا بعد یاشو دوست ندارن فورا بری سر اصل مطلب. واقعا؟ حالا ما کجا بفهم ببینیم دفتر سر اصل قضیه؟ قرار علامت بده. علامت بده؟ بله. فکر میکنی به نفره بله رو بگیر لحظت نانا؟ فکر نمی کنم. بله بله. پس شما با نظر من موافقین؟ بله که موافقم. از قدیم و ندیم گفتن اولاد دشمن عمر و جوونیه. اما تو هر خونه ایم که نباشه اون خونه اینه قبرستونه. به 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 چه حرفایی میزنید مای خانم. اینا رو باید نوشت. اتفاقا منم عاشق بچه هم مای خانم. سه روز بچه همو نبینم و از تنهایی دق میکنم. پس من چی بگم؟ یه عمر از اولادم دورم و تحمل میکنم. شما که سواریتون 20ه. من تعجب میکنم شما این همه سال تو اون شهر چجوری تنهایی رو تحمل میکنید. راستش وقتی پدر فریدون فوت کرد همش فکر و ذکرم شده بود آینده و خوشبختی فریدون. اما وقتی اون ازدواج کرد رفت کارم شده همش انتظار و تنهایی و تماشای تلویزیون. من تعجب میکنم شما چرا نمیایین تهران. فریدون که تهرانه. خب بیایید تهران سایه بالا سرش باشید. اونم اسای دستتون میشه. شما هم از تنهایی در میایین. ما هم خب هستیم دیگه. من و بچه‌ها گاهی وقتا میایم پیشه. والا من تمام عمرم اون شیراز زندگی کردم. اما این روزا خیلی دلتنگم. مطمئن نیستم. اما اگه مهیا بشه بعدم نمیاد بیام تهران. واقعا؟ ان شاءالله که مهیا میشه. من خیلی خوشحال میشم. اوه دستم. بفرمایید این عادت شد. خوب تمیز کنی آن خانمش وسواس داره. چشم کنید. بفرمایید. همونجا بایستین جلوتر رو نیان. من ترکیب شما رو روشن کنم. الو آقای منادی من از دست شما چه کار کنم آقا؟ تأکید کردم سه تا کارگر جوون و پرزور میخوام واسه شستن در دیوار هم رساس. اون وقت واسه من سه تا دری پیتی فرستادی؟ اینا جوونن؟ یکیشون که ظاهرش یعنی معتاد است. اون یکی دو تا دستمال رو در دیوار بکشه که در روزا بیمارستان بستریشه. آقای محترم من کارگر واسه بالا شهر میفرستم. باید خرج ظاهرشون کنید. مثلا همین خانمه به نظر شما میتونه توی مهمونی عیونی پذیرایی کنه؟ دیگه هم نمیخواه واسه من این رو بفرستین.
خانم برگردید بریم میشه همون که شما رو فرستاده. ببخشید مثل که اشتباه گرفتین. ما اومدیم اینجا دنبال یه آقایی به اسم بهرام میگردیم، گفتن اینجا تو شرکت شما کارمنده یا کارگره، نمیدونم. یعنی شما رو آقای منادی نفرستاده؟ نه خانم. پس چرا حرف نمیزنی؟ یه قد متوسطی داره، موهای جوگندمی. اگه میشناختم حتما بهتون میگفتم. آدرس سرکاری بوده، بریم میوه‌ها رو پس بدیم. من نگفتیم قیمت خوب خریدین میوه‌ها رو. نه با میوه‌ها رو به شرط آدرس گرفتیم ما. سلام جان. کام رمزانی. او خودشه. همینه. گرفتنه بودا اینش تیمور این یارو برنامه رو کرد و بری در رفت مادر از اون بر آی دود وای چه منم اومدم بگیرینش خوشش داری رفت تو میبینی؟ نه خیلی خوب شما اون بره برو برو شما بیا تیمور بیا برو با ماشین بیا دیگه در ماشینم باید خوشتون میاد چطوره؟ نگران نباش من میگیرمش. چی شد فرخ؟ ندیدمش. شما ندیدینش؟ منم ندیدم. فکر بکنم این توه. بریم ببینیم پیداش. قفله بذار من میام نگهبان پارک رو صدا میکنم بیاد باکن. نه من خودم رو لغت میشکنم. نمیخواد نمیخواد. ببین من میدونم اون توی راه فرارم نداری. دوتا دست بذار رو سره تصیب شو در باکن بیا بیرون. شاید اصلا کسی اون تو نباشه. کسی دید بهرام بره این تو؟ تو دیدی؟ نه من که ندیدم. منم ندیدم. منم ندیدم. خب بریم یه جای دیگه. این برم آقا ببین عمو داداش آهای یه دقیقه بیا اینجا بیا. کی یه لحظه بیا اینجا بابانی بله با شما دمانه. تو کارم داری تو بیا اینجا اونجا باشا جلو میای چیز میزنم ولی نداره خب بگو چیه یه دقیقه بیا اونجا یه کاری یه کاری کجا بیا نتاس نمیخوریمت که بیا اینجا داداش اوه نکش درد ببین ما سه تا آدم بادنشستیم بیکارم هست سرمو درد میکنه واسه سرگرمی از این دادگاه اون دادگاه رفتن برامو هیچ مشکلی نیست بهتره که با ما کنار بیای خدا بدم یا موز زدین دکه پوز منو به هم ریختین دادشان طلبکار شدیم ما میتونی ثابت کنیم که تو با اون کلاهبرده دست توی یک کاسه خدا بدم یا موز چی داری میگین شما من با یک کلیه دارم راه میرم به ظاهر منم نگاه نکنین اینطوری سردرد پادرد چشدرد گوشدرد روماتیسم تازه پول درمونش ندارم آقا ارائه بمیرم برات پس چرا زودتر نمیگی دوای تموم این دردات پیش منه شب کن من بهش میگم ببین تو باید ویتامین C بخوری پرتقال لیمو شیرین خیار سیب میوه های جور با جور اینطوری ظرف یه هفته حالت خوب خوب میشه یسترده بیمی بابا ما یه 23 کیلو پرتقال و نارنجی و این چیزا دست اول داریم مامان میخوای بهت بدیم من 23 کیلو پرتقال میخوام چیکار کنم خودتون ببریم بدن جان بفروشیم پولشو بیاریم بدیم به من ما پول بد نمیدیم
این میوه ها رو میدیم. خواستی قبول کن، قبول نکردی میری پیش قاضی، هر چی که اون حکم کرد. میوه ها سالمه. عالی، تو خوب. بیبریم نشونه. فرخ، این جیبونم بابا. بیا یا، بیا اونجا من کار. فعلا با اجازت. خدا نگهدار. چی شد؟ رضایتش رو گرفتیم؟ داشتن باهاش صحبت میکردم. ببخشید نریز آقا، گرفتاری ما باعث دردسر شما هم شد. چه گرفتاری مای خانم؟ جناب سرمایه، یه نفر بیرون با شما کار داره. کیه؟ نمیدونم ولی خیلی آشفته و قاطی بود. آه، اون که تو حیاط بود؟ آره همون. راست میگه جناب سرمایه، منم دیدم خیلی قاطی بود. ببینید مای خانم، من راستش من از امروز صبح میخواستم یه چیز رو بهتون بگم ولی نمیدونم از کجا شروع کنم و چی بگم. مسئله اینه که من میخوام اگه خدا بخواد دو مرتبه زن بگیرم. بله از آلی و فریدون شنیدم که چند دفعه هم رفته بودین خواستگاری. بله. انشالله که خیره. بله مایه خانم خیره، واقعا اینجوریه. ولی نمیدونم چرا بچه ها مخالفت میکنن. بچه ها همشون همین جوری هن. دوست دارم پدر مادر به میل اونا رفتار کنن. شما نگران نباش، تو این چند روزه که من اینجا هم همه بچه ها رو جمع میکنم، رضایتشون رو میگیرم. جدی میگیری؟ بله. اگه این کارو بکنید که واقعا کار خیلی خوبی کردید. خواهش میکنم. میدونین چیه مایه خانم، من خیلی خوشحالم از اینکه میبینم نظر ما دوتا، عقیده های ما دوتا جفتمون با هم دیگه میخونه. خیلی خوبه. من که هنون نظری نداشتم بگم. چرا قبلا یه چیزایی گفتین میگفتین آخه؟ آها، شاید میخواستم بگم همه که پیر میشن اخلاقشون یه جور میشه، تنها و قرقرو و بد اخلاق. خدا نکنه. ببینید مایه خانم، هر چی که بشه شما هیچ وقت اخلاقتون عوض نمیشه، اخلاقتون همیشه خوبه. چرا عزیز آقا، منم گاهی اوقات بد اخلاق میشم. نه بهتون نمیاد. جاسمان نیستش؟ میبینی که نیست. با چی اعتراض میزنی؟ برو سر پوستت، برو قربونت برم، برو. ببینید مایه خانم، نمیدونم چطوری بهتون بگم، دل من مثل یه تنگ بلورینه که مدت ها بود توش خالی بود، ولی از دیروز تا حالا یه ماهی افتاده اون تو داره. با من ازدواج میکنی؟ عزیز آقا مایه خانم، خواهش میکنم، خواهش میکنم بشینید. خوبیت نداره. من که حرف بدی نزدم. دیگه خواهش میکنم از این حرفا نزنی. چشم. جلو سرمان نشینید، نشینید. الان یه سرباز در به در دنبال شما میگشت، اینوری رفت. مهم نیست، برمیگرده. خیلی کار مهمی داشت با شما. عرض کردم برمیگرده. خب اگه برنگشتی؟ برمیگرده، شما به کارتون برسید. یعنی؟ بله. آقا حله، تمام، بلنشیم بریم. زهر مار حله، میمردی پنج دقیقه لفتش میدادی؟ جانم سلام فرمید، تو نفهمیدی؟ ششو هیچ مون، آقا تیمور هم همش گوشیش خاموشه. خب با زنگ بزنی از زنش بپرسی، اون زنش آمار همه ده دقیقه ده دقیقه زنگ میزنه چکش میکنه، همه سیر تا پیاده شالو میدونه زن زنش. اونم گوشیو بر نمیداره. خب الان داری با شماره خونه زنگ میزنی بر نمیداره، خونه شماره خونه ما رو بر نمیداره. چه از بس این دوستای مجردش زنگ میزنن، اعصابش رو خرد کردم. بیا بگوشو. خب من میگم بیام برین خود این سوری خانوم بپرسین، اون حتما از پسرش خبر داره دیگه. از اونم پرسیدم بهش دروغ گفتن. ببین همش تقصیر شماست عالیه جون، حرفای دیشب آقا جون معلوم بود امروز میخواد یه کاری کنه دیگه. اصلا تو اینجا چی کار میکنی پریسا؟ زنگ بزنم به دایی بگم بی اجازه اومدی اینجا. بهبود داره شوخی میکنه. نخه خیلی هم جدی میگم. آمدم. اوه چه؟ مامان من کجاست؟ ماهی کجاست؟ ماهی تو دریاست. تو تنگه به من چه؟ بیزنم شلو پلک میکنم و ببود عزیز به تقصیر خودت، من که بهت گفتم بوزه باش لعنتی، اینجا ترونی نده شریکه. شریکه شلوغ دیگه، حواسه دمون ماهو تو بردم، به من چه؟ من مادرم از تو میخوام. خیلی خب، حالا میگردیم پیداش میکنی. اگه مادر من پیدا نشه، اگه پیدا نشه. خب تو هم تو در همسه و چی داد میزدی؟
مادرتم پیدا نشد میره تو روزنامه قصه ستون فقراتش میزنیم آقا مادر این گم شده میره پیداش کنیم. ببین چی میگی آقا فریدون، اینا همش به خاطر سختگیریای شماست، انقدر بهشون سخت گرفتین تا فرار کردن. ما خیر سرمون نه پدر مادرمون، دلشون که جوونه. عمو کی فکرش میکرد عین فیلما فرار کرد؟ البته بابام تنها تنها نکرد، تیمرو یکم باهاشن اون روی سگ منو بالا نیاره. حالا این رو خرد مثلا بالا اومده میخواد چیکار کنی؟ یه جفتک بزنم. بهبود بهبود بیا آقا تیمور موبایلش روشن کرده، بیا زنگ بزنه. الو الو بله آقا تیمور بگو بیچارهشون میکنن. بابا پس شما آخه کجایی عزیز من؟ بکنه گوشیتونو چرا چی خاموش کردی؟ ذره ترک شدیم ما. خب کلانتری بودیم باید خاموش میشد دیگه. چی؟ کلانتری؟ آقا جونو من گن زده؟ نه اشتباهی گرفته بودن بلمون کردن. مادر من کجاست؟ حالش خوبه؟ ببینم مای خانومم با شماست؟ اونم با ما کلانتری بود. به 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 ها گرفتنش مون داره میبرنش کنه فریدون. نه دیگه نرین اونجا، بیان اینجا بابا، همه اینجا شما منتظر شما. ذره ترک شدیم. بیا خونه شما. خیر عزیز اینقدر محدودشون کردین کردین تا دور از چش خانواده رفتن بیرون، حالا هر روز یه کلانتری یاد بکشیم. مادر من محدود نیست، بابای تو وله. درست صحبت کن، احترام و حکمت وله دیگه. بابا پس بابای تو پس آقا اگه میشه منو برسونیم زحمت در خونه. خونه برای چی؟ مای خانم الان بچه ها خونه ما هستن، فریدون عالیه. عیب نداره، من میرم منتظر میشم تا برگردم. تنهایی میخوای ببونید برای چی؟ بیاید قشنگ بریم خونه ما، شام دوره همین، آخر شام هم با بچه ها بر میگردیم. امروز دیگه به اندازه کافی مزاحمتون شدم. شما هیچ وقت مزاحم نیستی، مراهمی. پس خواهش میکنم دیگه راجع به اون موضوع هیچ صحبتی نکنم. باش چشم، ولی شما هنوز جواب قطعی به من ندادید. این کار صورت خوشی نداره، ما با هم فامیلیم. من نمیخوام به خاطر این قضیه مسئله پیش بیاد و بین بچه‌هامون اختلاف بیفته. تو رو خدا دیگه حرفشو نزنی. باش، حالا که اینجوری شد همه اینا رو بسپرید به من، من حلش میکنم. دهبود دهبود ببین چی میگم، گوش کن. فرخ منو کجا بردین قایم کردین؟ بلا به سرش آوردین. قایم نکردیم کسی رو. چی کار کردی؟ رفته بابای من بیرون، می‌خواستی موازنش بشی نره بیرون. بی خودی رفته بابات بیرون. بابات برای چی اونو برد بیرون؟ بازم شما بردین دیگه. چیکار کنم حالا؟ اگه یه مو از سرش کم باشه پدرتونو در میاره، مویای بابات یک به یک از کلش میکنه. واخه اگه ریزش داشت به سر شما چیکار؟ ریزش نداره. برای ما هر وقت درست نکن. دیدم ریخت عزیز من، خودم میدونم. چی شد کجا؟ گرفتنشون کلانتری. خاک بر سر کلانتری واسه چی؟ کلانتری واسه که آبروی ما رو ببرن خانم. من تکلیف این بابای شما پدر شوهر شما رو هم روشن میکنم. تو تکلیف بابای منو میخوای روشن کنی؟ بله. بابام بذار بیار، من تکلیف مامان شما رو روشن میکنم. ببین میزنم لعنت میکنم. بدون لات بازی در نگیر، حال تو میگیرم. چیکار میخوای بکنی؟ یک کلمه دیگه حرف بزن چیکار میکنی؟ یک کلمه دیگه حرف بزن. حرف بزن چیکار میکنی؟ بابا عنایه چیکار میکنی؟ پررو آخه. خاک بر سرم. جفت تو میرم شکایت میکنم. چطور می؟ به خاطر که زدی تو گوشم، جلو همه به من فحش دادی، نامردی کردین. سویچ ماشین تو بده. برای چی؟ میخوام کلانتری پیاده برو پات واشه. باشه میرم. نکن بهبود. دوتا داعش قزبی. احبه تشریف آوردین؟ از صبح تا حالا کجا تشریف داشتین؟ این چه طرز حرف زدنه؟ عوض سلامته؟ سلام نمیکنم. یعنی چی نمیکنم؟ ما رفته بودیم دنبال کلاهبردارا. شما چرا آقا جون تو زحمت میندازین خودتونو؟ من مردم آقا جون. زشت نیست منو میفرستین دنبال خودسیا تو قنادی، بعد با وانت میرین دنبال مادرم، میرین دور دور تو خیابونا. خب حالا خونه کثیف خودت آلوده نکن، یه اتفاقی که افتاده. فریدون جان این بنده خدا از صبح دنبال دستگیری اون یارو بودن، کلانتری رفتن کتک خوردن. عوض اظهار تشکرت مادر گرفتینش؟ بله گرفتیمش، بعد فهمیدیم که اشتباهی گرفتیمش. اشتباهی گرفتینش آقا جون، از فردا حق نداری پا تا خونه بذاری بیرون. مامان ریدون. بله. آدم با مادرش درست صحبت میکنه، اما اگه ادب یاد نگرفته. ادبم سر جاشه دوست دارم. خاک بر سرم کنم. اشرفخان 10 تا تلفن زدی جوابش نه، برم خونه بدبخت. خیلی خب من زنگ میزنم بهش توضیح میدم. مای خانم
شما بفهمید تو. بفهمید تو استراحت کنید. بفهمید. من دلم نمیخواد بیام آقا جون. تو دلت میخواد میای. نمیخوام. بیا بغل من. نمیاد تو قربان. نمیاد. نماد عزیز منی. اون قضیه هم که بهت خودتم بگم. قول میدی؟ آره. دلش خواهد پارو میشه. فرو جانم، خبر مرگ تو کجا بودی از صبح تا لام؟ بی خبر نه به من گفتی نه اطلاع دادی. رفتین کجا بودی؟ مادر جون رفته بودیم به عزیز کمک کنیم. اینقدر عزیز عزیز نکن، اصلا کار عزیز به ما مربوط نیست. ما خودمون الان اینترنتمون خراب شده، برقمون سقوط کرده، یه عالم خودمون دم عید کار داریم، تو کجا رفتی؟ بابا مادر رفته بودیم دنبال یه آرسن لوپلی، نمیدونید چه خطر الو سلام اشرف جان، همین الان میام دنبال کار بودم بابا. آره خیلی خوش اومدید. سلام مادر، بابا همه چی بهتر گذشت. برو تو بینم گردن کلو ماما. ببخشید عزیز آقا. چی شده؟ ما دیگه رفع زحمت میکنیم. رفع زحمت؟ ببخشید شما بعد عمری مای خانم تشریف آوردید خونه ما، حالا میخواید رفع زحمت کنید؟ خواهش میکنم. نه آخه بدون دعوت اومدیم، بچه هم آمادگی ندارن. بریم بهتره، ایشالا یه دفعه دیگه خدمت میرسیم. نه نه دیگه، شما که مای خانم غریبه نیستید، شما میشینیم دوره هم میخوریم. پس اجازه بدین شما من درست کنم. به جون فریدون اگه بذارم دست به سیاسفید بزنید. علی مگه تو شام درست نکردی؟ نه آقا جون، من نمیدونستم مهمون داریم. من درست میکنم آقا جون، شما نگران نباشید. به این میگن عروس گل. خیلی خوب، همه تون به جنبید، یه گوشه کاری بگیرید، شام آماده کنید. فرید جون به جنبیدم. من هیچ کاری نمیکنم مامان. علیه بریم خونه. چی گفتی؟ عرض کردم که من هیچ کاری از این چی میخواد در بیاره دیجبه؟ یه کاری تو خونه هست برای بنجو بکنم؟ آره نه اینو اون اینو اگر من میام گردگیری میکنم. آقا جون آقا ده نه یار آقا جون آقا جون بیا اینه میگه برو کم کسی رو بگیر. یه چایی هم برای ماهی خانم بریزید. بله نه دیگه ببنم. من اینجوری معذبم، اجازه بدیم منم برم کمک کنم. خیلی خوب، مسئله ای نیست مایی خانم، قسمتی بود که امشب دستپخت شما رو بخوریم، خونه خودتونه. فریدون آقا جون، ای زهر مار او چی بود؟ آقا جون این تابلو شعله. ای کوف بگیر، من اصلا نمیخوام تو کار کنی. پریزا شما چرا واسدی به کار کنید دیگه؟ چشم آقا جون چشم. آقا ما رو بخیر کنیم با این ماهی خانم. آره بابا، آقا فریدون خیلی ساده است، انگار رنگ پسر اینه، اون ته با سیاست ما داره. دیدی از اون موقعی که اومده همش دنبال این خودش عزیز. پریسا جون حق با باباته، اینا واسه مان ملال آقا جون نقشه کشیدن. فریدون نیدی چقدر هارت و پورت میکرد؟ همش علکی بود، دیدی چقدر آروم شد؟ اونجوری که اون پاشو شاخشونه کشید من گفتم الان جنگ میشه. عنایتم با این ازدواج مخالفه، میگه هر کسی باشه الا ماهی خانم. منم همینطور، ولی اگه جرأت داریم بریم به عزیز آقا بگیم مگه حالیش میشه. من مخالفی؟ آره بابا بفهمین سوسن جان. ببخشید بابا، خیلی زود میرم تو. بله بابا سلام، خوبی؟ ممنون. ساعت چنده بابا جون؟ ساعت 6:50. مگه بهت نگفتم ساعت 7 خونه باش؟ خب میام دیگه، 7 میام خونه. خب از اونجا تا اینجا چند دقیقه راست؟ خب اجازه بدین بعد از شام بیام. یا آژانس دمه داره، همین الان سوار میشی میای خونه؟ نه آخه الان نمیشه. همین که گفتم. چقدر پولم رو ته؟ نمیدونم، 7-8 تومن. دقیقاً چقدر؟ دقیقاً 7 تومن. خیلی خوب، کرایه آژانس رو میگی شوهرت بده، خونه که اومدی باید همین مقدار پول همراهت باشه. فهمیدی چی گفتم؟ باشه چشم، خداحافظ. خداحافظ. بوق برای چی میزنیم؟ استادیومه. 10 دقیقه رو وایستادیم بیایید. خب وایستیدی آژانسی، کوچه 20 تومن میره. 7 تومن میشه. 7 تومن؟ میخوری شهرستان کوچه 20 تومن 5 شد. 7 تومن آقا. چی قیمت آژانس؟ 7 تومنه دیگه. چی قیمت؟ ما پریشب رفتیم، دیشب رفتیم، 5 تومن. صبح شب فرق میکنه؟ نه دوست داشتن اصلا 5 تومن بگیر. دوست داشتنی نیست. 7 تومن. عزیزم من میگم دوست داشتنی نیست. من 5 تومن بیشتر نمیدم. ببین من اصلا نسل بابام نیستم تو 5 تومن بیشتر بدم. بیا. نمیخوای آقا ما میریم، مسئله نداریم. میریم؟ آقا چی میری؟ ول کن بابا من میرم.
کنم خود داری یه 10 تومن بدی. آقا 10 تومن نمیشه 7 تومن میشه. کیو شما تو مسئله خانوادگی ما دخالت کنی؟ من شاید خودت خورد و خوراکی تو راش گفتم. آقا بهبود خودت که پول داری. میدونی چی من الان لفظ اومدم؟ اگه باش حساب کنم مشکل ژنتیکی به وجود میاد. خب اینو تو بده منم تو نداریم دیگه اصلا پول میشه. ببین 5 تومن بیشتر بگیری میام آژانس سخت دعوات میکنم ها. حالا ببین 7 تومن. شما خیر حالا تو نری سالم برسا. دست شما درد نکنه ماهی خانم، چند وقت تو این خونه عطر بوی یه غذای درست حسابی نپیشیده بود. ای آقا جون، حالا خوبه هر دفعه من میام واسه یه هفته تون غذا میپزم. علی، این یه چیز دیگه است، باید حس کنی این غذا طعم غذای طلعتو داره. گلی بان دوغ میدی بهبود. ببخشین دیگه عجله ای شد. درسته، کارتون درسته ماهی خانم، دستتون درد نکنه. میگم خوردن